اعترافات شجاعانه مهناز افشار در مورد خصوصی ترین اتفاق تلخی که توی ایران تجربه کرده، از برهنه کردنش در بازجوییش در ایران تا ازدواجش با یاسین رامین و رابطه های خارج از ازدواجی که در ایران داشته. با ما همراه باشید. مهناز افشار در مصاحبه جنجالی رسانه افغانستانی بسیار در مورد حواشی و اتفاقات زندگیش در سالهای قبل و بعد از زندگی در ایران صحبت‌های جنجالی کرده و شفافسازی در مورد قسمت‌های پنهان زندگیش انجام داده. مهناز افشار در این مصاحبه تجربیات تلخ و شیرینش در ایران صحبت کرد. در مورد نکات تاریک و خاطرات تلخی که توی اون سالهای فعالیتش در ایران داشت برای اولین بار پرده برداشت و صحبت‌هایی کرد. اون در مورد روند طولانی کشف حجابش هم گفته، خیلی ها ایراد از من میگیرن توی این سالهای اخیر که مهاجرت کردم چرا پروسه کشف حجابم بعد از مهاجرت اینقدر طولانی شد. خودش در این مورد گفته دو مورد داشت این قضیه. اولین دلیلش این بود که هنوز امید داشتم که بتونم به ایران برگردم و دوباره فعالیتم رو شروع کنم، ولی خب فشارهای زیادی توی سالهای پایانی فعالیتم در ایران اتفاق افتاد که باعث شد هیچ وقت دوباره به ایران بر نگردم و ترجیح دادم که توی خارج از ایران زندگی کنم. دلیل دوم و مهمترین دلیل این بودش که خیلی برام سخت بود که یهو حجابم رو بردارم، ولی با اینکه سالها قبل در سفرهای خارجیم یا توی مهمانی‌ها و یا توی جمع‌ها و کلاب‌ها و جاهای مختلفی که می‌رفتم من همیشه بدون حجاب بودم، ولی با این حال همیشه از روی عادت در جلوی دوربین حجاب داشتم و خیلی برام سخت بود که بخوام عکس‌های با حجابم رو حتی تو صفحه اینستاگرامم بردارم و عکس‌های بی حجابم رو بذارم. برای همین این کار رو ذره ذره انجام دادم، ولی همین ذره ذره انگار تمام وجودم و گوشت‌های تنم از بدنم جدا می‌شد. مهناز افشار در مورد جزئیاتی از بازجوی جنجالیش گفته. قبلا هم در توییترش به صورت سربسته در مورد همچین بازجوی‌های جنجالی صحبت‌هایی کرده، ولی این بار برای اولین بار کاملا شفاف و بدون سانسور و با جزئیات صحبت کرد. اون گفته بعد از پخش شدن عکس‌های خانومی برهنه که شباهت زیادی به چهره من داشت، توسط ارگان‌های مختلف مورد بازجویی و بازخواست قرار گرفتم و تو یکی از این بازجویی‌ها به همراه برادرم من رو به اداره‌ای در میدان ارگ فرستادن که پله‌های اداره رو پایین رفتیم و تو یک اتاق خیلی مخوف و تاریک مورد بازجویی بدنی قرار گرفتم. من هم که فکر می‌کردم کاری نکردم که بخوام بترسم قبول کردم و به اون اداره رفتم. من پیش خودم فکر می‌کردم یه سوال و جواب ساده است، بعدش هم قانع می‌شم و بهشون ثابت میشه که اون زن داخل تصویر من نیستم. مهناز افشار از این بازجویی به عنوان یکی از سخت‌ترین روزهای زندگیش یاد می‌کنه و میگه وقتی به اتاق بازجویی رفتم یه خانم چادری اومد و از من خواست که لباسامو در بیارم. منم مانتومو در آوردم، ولی اون بهم گفت پیراهن تو هم باید در بیاری. من بهش جای بخیه‌های دستمو نشون دادم و گفتم نیازی نیستش که پیراهنم رو در بیارم، ولی خب اون خانم قانع نشد و اصرار بر این داشت که کل لباسامو در بیارم. بعد از اینکه پیراهنم رو در آوردم خانم هم باز قانع نشد و گفت باید لباس‌های زیر تو هم در بیاری و لخت مادرزاد باشی. اون منو به صورت کامل برهنه کرد و دور تا دور بدنم میچرخید و از بدنم عکس‌های برهنه میگرفت. هر باری که دور من دور میزد و عکس میگرفت انگار بهم تجاوز میکرد و زندگی روی سرم خراب میشد. ولی خب مجبور بودم که این کارو انجام بدم، چون فکر میکردم اگه این کارو انجام ندم شاید ممنوع کار بشم یا کارم از دست بدم و یا برام تو ایران مشکل حقوقی ایجاد کنن که ممنوع خروج بشم و آیندم خراب بشه. این ترس‌ها باعث شد که اون روز هر کاری که اونها خواستن من انجام دادم. هیچ وقت من در این مورد به کسی چیزی نگفتم، چون فکر میکردم این ماجرا رو باید مثل یک تجاوز مخفی کنم. حتی به خانواده‌ام، به دوستان و همکارانم چیزی در این مورد نگفتم. در واقع اون روز شجاعت امروزم رو نداشتم، وگرنه میزدم زیر گوش اون بازجو میگفتم گور بابای تو و همه مدیرات. من حاضر نیستم کارهایی که شما از من میخواهید رو انجام بدم. با این حال اون روز سخت گذشت، ولی من تا مدت‌ها به این قضیه فکر کردم و میگفتم نکنه این بازجو عکس‌های منو به کسی نشون بده و یا در مورد اندام‌های خصوصی من با خانواده صحبت کنه و یا خدای نکرده این عکس‌ها رو پخش کنه. فکر خیال این چیزها همیشه نابودم می‌کرد و تا مدت‌ها نمیتونستم باهاش کنار بیام. مهناز افشار در قسمت‌های از صحبت‌هاش در مورد خانواده خودش هم صحبت‌هایی کرد و گفته که پدرم فرد باسری بود، ولی مادرم فوق‌العاده خانم متدین و مذهبی بودن. ولی با اینکه مادرم خانم متدینی بودن، ولی هیچ وقت با بازیگر شدن من مخالفت نکردند. مهناز افشار در مورد ازدواج جنجالی پرحاشیه‌اش با یاسین رامین آقازاده معروف هم صحبت‌هایی کرده و گفته من قبل از ازدواج با یاسین رامین چندین رابطه و ازدواج هم داشتم، ولی خب رابطه‌هامو همیشه مخفی می‌کردم. با همه پارتنرهام هم در خوشی بودم و هیچ وقت جر و بحث و جدالی بین ما اتفاق نمی‌افتاد، چون کلاً آدم جنگی نیستم.
در مورد یاسین رامین هم من شناختی از پدرش نداشتم و بعد از ازدواج تازه فهمیدم پسر چه پدری هست و به خاطر پدرش هم هیچ وقت او را طرد نکردم. من فارغ از ثروت و موقعیتش تصمیم به ازدواج گرفتم، چون میخواستم تو اون سن سال با اون کسی که دوستش دارم ازدواج کنم و ازش بچه دار بشم. کاری هم به قضاوت مردم نداشتم. اون شرایط اون کاری که فکر میکردم درسته رو انجام دادم. ازدواج من با یاسین رامین باعث اتفاقات عجیب و غریبی نشد. من بعد از ازدواجم پرکارتر نشدم یا مثلا دستمزدم بیشتر نشد. همون تفریحات، همون سبک زندگی رو داشتم و دارم. هیچ چیز برای من تغییر نکرد. این اشتباهی که میگن مهناز افشار به خاطر پول و موقعیت یاسین رامین باهاش ازدواج کرده. لطفاً نظراتتون را راجع به این ویدیو برامون کامنت کنین.